همراه میشیم با توماج تاباز خبرنگارمون در تایلند. توماج، از شرکت‌های چینی تحریم شده برامون بگو. اجازه بده اول از اولین مهمترین شرکت هایی که در این سیاهه تازه قرار گرفتن شروع کنم، شرکت چاینه هاگون انرژی. بنابر اون چیزی که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گفته، این شرکت میلیون ها بشکه نفت به ارزش تقریبا ده ها میلیون دلار یا بیشتر رو از نیروی قدس و سپاه پاسداران خریده و بهنام شهریاری که از مقام های سپاه هست به گفته مقام های آمریکایی و در سیاهه تحریم ها قرار داره، هم واسطه تسهیل و نقل و انتقال هزینه ها و درآمد ها از این شرکت به سپاه بوده. این شرکت یعنی چاینا هاگون در هنگ کنگ هست. بنابر داده های خود دولت منطقه اجرایی هنگ کنگ، در سال 2016 ثبت شده و یک شرکت خصوصیه، اما زیر مجموعه از یک شرکت اصلیه که در چین قرار داره، یعنی شرکت هاگون انرژی که توسط آقای الوی گون بنا شده در سال 2012، باز هم بنابر داده هایی که خود چین اونها رو ثبت کرده. این شرکت هم در سیاهه تحریم ها قرار داره. بنابر چیزی اون وبسایت این شرکت، وبسایت چینی این شرکت، میگه دفاتری در پکن، شانگهای، هنگ کنگ و همینطور در جنوب، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه داره، بدون اینکه دقیقا مشخص کنه کجاها. یه بار دیگه بگم، این شرکت هم در سیاهه تحریم ها قرار گرفته. شرکت دیگه شرکت پتروپارس چینی که البته در ایران مستقر هست، اما یک پروژه مشترکی با چینی ها تعریف کرده، شرکت پارس، یا پروژه مشترکی بین پارس، فنول پارس که صاحب اکثریت سهام این پروژه است، و شرکت پتروشیمی فوجی جوشوان که در چین قرار داره. این شرکت چینی زیر مجموعه شرکت ایرانی هست. هر دو شرکت متهم شدن از سوی ایالات متحده به خرید و فروش ده ها میلیارد میلیون دلار نفت خام از نیروی قدس سپاه پاسداران. در اینجا هم باز نام آقای شهریاری مطرح شده و گفتن که آمریکایی ها میگن که درآمدها توسط شرکت مستقر در ترکیه که وابسته است به آقای بهنام شهریاری به سپاه قدس نیروی به سپاه و نیروی قدس سپاه پاسداران انتقال پیدا میکرد. شرکت پتروشیمی شاندونگ سی رایت هم در سیاهه تحریم ها قرار گرفته که این شرکت مستقیما در خود چین حضور داره و هم به عنوان یک شرکت در نقل و انتقال اموال، خدمات و مسائل دیگه حضور داشته، هم به عنوان یک شرکت سوری، بنابر اون چیزی که ایالات متحده میگه. یک شرکت دیگه هم مطرح هست اینجا که منتها این بار در چین حضور نداره. این شرکت یک شرکت اساساً ترکیه‌ای هست که در کره جنوبی مستقر هست، یعنی شرکت تورکوکا. بر اساس اون چیزی که آمریکایی ها میگن، این شرکت در نقل و انتقالات درآمدها و بل به سپاه پاسداران یا نیروی قدس سپاه پاسداران یا تسهیل اون انتقال داشته. بگم که سخنگوی سفارت چین در واشنگتن هم به رویترز گفته که اعمال تحریم های یک جانبه، به ویژه اگه به منافع شخص ثالث و کشورهای ثالث لطمه بزنه، به اعتماد سازی کمکی نمی کنه. ممنونم از تو توماش که ما رو همراهی کردیم.